نام خداوند جان و خیرد. السلام علیکم دوستان و حریفان محترم، خوش آمدید به شبکه درویش. و امروز من میخواستم درباره موسیقی با شما صحبت داشته باشم، چون که وقتای آخر بسیار اطراف این بحث و مناظره ها شده ایستاده است و حتی شکنجه یک دیگر هم شده ایستاده است و میخواستم کمتر سهمی ناچیز خود را در این موضوع گذارم. سالهای زیاد است که برادران اسلامی به دو گروه تقسیم شدند و در مورد حلال یا حرام بودن موسیقی بحث و مناظره دارند. چگونه شیخ سعدی در گلستانش گفته است، لاو و نعم دارند. به فکرم رسید آن وقتی که ما به نظری واقعی به این مسئله روی آوریم و خلاصه خود را براریم. جای گفته نیست که آن شخصانی که ضد موسیقی هستند در بسیاری یا جوانی نو مسلمانند، یا اینکه چقدر واضح و با فهمشی کامل از این مسئله خبردار نشدند و خلاصه خود رو با دلیل های ضعیف می برورند. اکثر وقت برای مشهور شدن یا اینکه خود رو نشون دادن، داد و وای کرده، یک دیگر رو شکنجه نموده. و نقطه نظری من این است که یک چیز رو به نظر گیرید که اون شخصی که داد و وای دارد و دلیلی واضح ندارد، برای همین آواز بلند میکند. در اسلام باشد، چه خیلی که نبی خدا گفته است، آن شخصی در نزد خدا بالاتر است همونی که خلق خوب داشته باشد. دلیل هایی که شخصان ضد موسیقی می آورند، این مثلا از قرآن سوره لقمان است. این سوره در آیت ششمش می آید که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. ترجمهش، در بین آدمان هستند آنانی که سخنانی مسخره سرگرم کننده، یعنی که در اینجا موسیقی گفته نشده است، سخنانی سرگرم کننده رو میخرند تا در راه خدا بودگان رو بیروحه کنند. بی علم بیروحه کنند. برای آنها عذاب پست و دردناک است در ابد. این یک. و دیگر در دیگر جای قرآن هم این دلیل هم می آورند که سوره القصص است، آیه 55، و اذا سمع اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا ينبغي للجاهلين. ترجمهش، و چون سخنان بیهوده رو بشنوند از اون رو بگردونند و گویند کردارهای ما از آن ماست و کردارهای شما از آن شماست و سلام بر شما باد، ما صحبت جاهلان را نمی خواهیم. کلمه اللغو در اینجا سخنی بیهوده را افاده می کند.
مثل لغو الحدیث. حدیث به ما شما معلوم است که حدیثه هم یعنی که اون چیزی که شده گذاشته است اون رو حدیث میگویند، کلمه عربی. لغو همین کلمه رو ما هم استفاده میبریم در زندگی خود در زبانی تاجیکی، یعنی که دروغ چخیگم لغو، یعنی که سخنی راست نه، دروغ هم نه، سخنی بیهوده، زیشت، نادرست. در اینجا همین رو افاده میکند این کلمه، نه اون که موسیقی یا شعرخوانی رو. این رو باید مفهمه و گوش کردن اون چیزی که بیفایده است حرام، حرام نیست تا اون حده که گوش کردن اون به عبادت خداوند و خدمت خلق مانع شود. و باید به نظر گرفت که نه همه شعرها سخنهای زشت و بیهوده هم. و از این ما به خلاصه میویم که در قرآن کریم متن منع کردن موسیقی راست و واضح بیان نشده است. و میگذاریم به دلیل های اون شخصانی که موسیقی رو روا میدونند. و پیش از این من باید به شما گویم که بیاید با هم بفهمیم که خودش موسیقی چیست. موسیقی عبارت است از صداها. صدا چیست؟ باید که ما آخر ریشه این چیز رو فهمیم و برای اونگی به ما عیان شود که با چی چیز ما یعنی که سرکار داریم. صدا تظاهراتی فیزیکی تظاهراتی فیزیکی که به خود پاشخوری موجهای تکاندهنده رو که در حالت سخت مایع و گازی قرار دارند، این رو صدا میگویند. انا موسیقی چیست؟ هنری با یک روش و موافقت پیوست کردن صداها، یعنی که موسیقی از صدا عبارت است. به ما معلوم شد که موسیقی از صدا عبارت و موسیقی خودش چیست. و اگر از این ما خلاصه بروریم، هر یک صدایی که ما میشویم باید هم موسیقی هست. مثلا خواندن بلبل، خواندن یعنی که پرنده ها و دیگر صداهایی که در طبیعت وجود دارند، این رو موسیقی هم گفته می شود. این هم موسیقی است، یعنی که صدایی که با یک روش و با یک پیوسته خونده می شود. و اون شخصانی که موسیقی رو من می کنند، من باوری کامل دارم که همون ها هم تلفن موبیلی اشون هم موسیقی رو زنگش رو با چی می شنوند، یا تلفن اونها خاموش کرده شدگی فقط در لرزش است. این هم برای شما یک لقمه برای فکر کردن، برای تفکر. اما باشد میرویم به پیش. و چون دلیل یقین درباره من این موسیقی نیست در قرآن کریم و در سخنهای نبی خدا درود بر او، موسیقی حلال یا اینکه حرام شده میتواند وابسته از طرز و مقصدی اون. مثلا مانند کورد، کوردی که ما مثلا استفاده میبریم در روزگار و در دیگر جای ها، مثلا در آشخانه برای ریزه کردنی سبزه بود. یا اینکه میتوانیم ما کورد رو استفاده بریم برای زخم رساندنی
به یگان یعنی که به ضرری کسی مثلا مثل همین کرد است. و در اسلام چنین قانونی هست که اون چیزی که حرام نیست و حلال است. هر نعمتی خداوندی در اصل حلال است و شخصی که میگوید که این حرام باید دلیل آورد به حرام بودنی این یا اون چیز. میگذاریم به حدیث های پیغمبر. همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها میگوید روز پیامبر به خانه آمدند وقتی که در حجره من دو کنیزکی بودند و آنها سرود میخوندند و با دف، یعنی که دف این یک اسباب مانند به دایره. اون کس در اومدن به خونه و به یک طرفی حجره رفتن روی گرونده و دراز کشیدن و روی گرونده، یعنی که غنا بشون بود. چند مدت پس پدری عایشه رضی الله عنها ابو بکر اومدن و در این حالت دیدن اینها رو و در حال سرزنش کردند که رسول الله یعنی بیدار شدند و به نزد ابو بکر اومده گفتند که ابو بکر اینها رو در حال خود گذار، یعنی که من نکردم. و دوام حدیث چون عایشه میگویند چون خوبی رسول الله برد این کس ایما کردن به کنیزکان و کنیزکان بر اومده رفتن. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه رقص و بازی حبشون افیوپی رو با صدای موسیقی اسباب هایی که آنها داشتند در دست داشتند و یعنی که رقص و بازی میکردند، خوشحالی میکردند، آنها رو یعنی که نظر کرده بودند و یگون مانعی و دشنامی علیه آنها از طرفی پیامبر دیده نشد، بلکه برعکس آنها رو تشویق کردند. و در دیگر حدیث هم میآید که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند عایشه رو که میخواهی رقصی حبشوی افیوپی رو تماشا کنی؟ بعد عایشه یعنی که جواب دادند که بله. و اون کس در پشت خود بر اومدن از حجره و در پشت خود عایشه رو روز کردند و از پس کیفتشون عایشه یعنی که نظر میکردند به این رقصی حبشون و پیغمبر اون کس رو از پیش یعنی که محکم میکردند میپیشوندند. و حتی مدت پس پرسیدن پیغمبر که یعنی که قانع شدی؟ عایشه گفتن حالا نه. و پیغمبر دوام دادن استودن رو و مدت پس گفتن کفایه است رفتیم. بنابراین حدیث هایی که به من کردنی موسیقی و شعر تو به ما رسیدند متنی واضح و روشنی بشک ندارند. یکی از علمانی مشهور ابوبکر ابن العربی در کتاب خود احکام القرآن و دیگر علمان اسلامی از شفکانی ابن حزم امام الغزالی در کتاب احیاء العلوم الدین یعنی که دلیل های بسیاری آوردند که در باره موسیقی و حرام نبودن آن میتواند از نظر گذارند. مثلا علم بزرگ وهب زهیلی میگوید بشک سرودهای ملی هستند که به نیکی و جوانمردی دعوت میکنند، حرام بوده نمیتوانند اگر مرد و زن به شرطی که جدا باشند و پوشیده باشند. لیکن شعرهای هستند که به گناه و فسق و یعنی بیروهگی دعوت میکنند، اینها حرامند. و حتی اون شخصونی که شعر و غزل رو روانه میدونند به این سخنها روزی هستند.
از زهیلی فقه الاسلام و ازلته که عبارت از 11 جلد جلد 4 صحیفه 202 صحیفه 2665 و بالاخره باید گفت که این جهان رو نگر با چشم خرد نه بدان چشم کندر او نگری و موسیقی و غزل رو نیز انسان میتواند به نفع خود جامعه ایجاد کند سرایت اینچونین برعکس به ضرر جامعه به قفا رفتن جامعه و به فسق و فساد غیتوندن جامعه و خلاصه در دوش هر یکی فرد مسلمان انتخاب در دوش هر یکی ماست از خدای مهربان باشد خواهانی آنیم که استعیذ بالله اهدنا الصراط المستقیم خدا حافظ.